چه حسی بهتون دست میده اگه ببینین داور مسابقه قبل از گل زدن خوشحالی میکنه؟ یا یه بازیکن وقتی هنوز ضربه آزادش رو حواست و به دروازه نرسید خوشحالیش رو بروز میده؟ یا با یه حرکت جالب وقتی هنوز توپ به مقصدش نرسید خوشحالی میکنه؟ لحظات جالبی که فوتبالیستا قبل از گل زدن خوشحالی کردن. بذارین با اونی که تازگی‌ها اتفاق افتاد شروع کنیم. آرسنال جدیدی که تحت نظر آرتتا ساخته شد. آرسنالی که اعتماد به نفس توش موج میزنه. توکیای لندنی حالا دیگه قبل از اینکه توپ وارد دروازه بشه جشن میگیرن. کی فکرشو میکرد اینطوری بشه؟ نکته جالب بازی آرسنال با استون ویلا گل مارتینلی و جشن گرفتن قبل از به ثمر رسوندن اون گل بود. به نظر میرسه مارتینلی این کار رو از راس بارکلی یاد گرفت، کسی که یه بار به خاطر ندادن پول تاکسی کارش به اداره پلیس کشیده شد. بگذریم. اما کاری که مارتینلی انجام داد مثل کاری بود که بازیکن انگلیسی تو بازی اورتون مقابل بورنموث که نتیجهش 5-3 شد انجام داد. وقتی بارکلی داشت گلش رو به ثمر میرسون با کلی اعتماد به نفس و جشن گرفتن قبل از گل این کار رو انجام داد. این اعتماد به نفس زیادی توی جاهای دیگه باعث دردسرش هم شد. بارکلی توی بازی خونگی حساس لیگ قهرمانان مقابل والنسیا یه پنالتی حیاتی رو از دست داد. راست بدون اینکه کوچکترین مشورتی با همتیمی‌های مثل جورجینیو و ویلیام داشته باشه، سر خود پنالتی رو زد. چون این دو نفر پنالتی زنای اول اورتون بودن، بحث اعتماد به نفس شد. هیچ کس نمیتونه تو این مورد جلوی زلاتان ادعا کنه. البته حقم داره چون سومین برند قوی سوئده بعد از آیکیا و ولوو. ایبرا یکی از باحالترین خوشحالی‌های بعد گل رو انجام داد. تو دقیقه 34 بازی پاریس سن ژرمن در مقابل نانت مهاجم سوئدی یه حرکت خاص رو انجام داد که معمولاً تو زمین فوتبال نمی‌بینیم. وقتی گل مساوی رو به ثمر رسوند با یه حرکت ریلکس روی زانوهاش سر خورد و بعد گفت زلاتان بعد گل‌هاش خوشحالی نمی‌کنه، بلکه بعد خوشحالی‌هاش گل میزنه. یا میتونین بگین زلاتان به خاطر گل‌هاش خوشحالی نمی‌کنه، گل‌هاش به خاطر زلاتان خوشحالی می‌کنن. همتیمی سابقش پل پوگبا ممکنه یه چیزایی رو ازش یاد گرفته باشه. ترکیب این دو بازیکن تو منچستر فوق‌العاده بود. ایبرا که کمربند مشکی تکواندو رو داره از پوگبا فوتوفن‌های موتای رو یاد می‌گرفت. اما پوگبا هم درسش رو به بهترین نحو ممکن از زلاتان یاد گرفت. توی بازی خیریه که همتیمی سابقش یعنی خوان کواترادو برگزار کرده بود، حرکت جالبش رو به رخ همه تماشاچیای اون بازی کشید. ممکنه هیچ حرکتی به باحالی این حق نباشه، اما رونالدینیو اینطور فکر نمی‌کنه. هیچ شکی نیست که فقط رونالدینیو میتونه با خنده‌هاش کارت قرمز رو به کارت زرد تبدیل کنه. اما آیا میدونستین تو این سال‌های اخیر بعد از اینکه با یه پاسپورت جعلی به پاراگوئه رفت به زندان فرستاده شد؟ برای اون که مسئله‌ای نبود، چون وسط زندان هم می‌خندید و با مجرمای دیگه فوتسال بازی می‌کرد. این لبخند هیچ وقت تو زمین فوتبال هم متوقف نشد. تو یکی از بازی‌هاش وقتی توپ هنوز در حال رفتن به گوشه سمت چپ دروازه حریف بود، خنده‌ها شروع شدن. برزیلیا به خاطر کارهای باحالی که تو زمین فوتبال انجام میدن، نیاز به تحسین بیشتری دارن. یه برزیلی باحال دیگه ستاره سابق رئال مادرید، مارسلو هست. ویدیوهای مارسلو قبل از پنالتی‌های رونالدو از جذاب‌ترین صحنه‌های اون دوران بودن. شاید اونقدری که به رونالدو اعتماد داره به خانومش اعتماد نداشته باشه، اما اگه فکر میکنین این اعتماد فقط بین این دو بازیکن وجود داره کاملا اشتباه میکنین. رقیب شکست خورده رئال مادرید تو لیگ قهرمانان یعنی لیورپول هم یه چیزایی تو کنته داره. ویرجیل فندک اعتماد فوق‌العاده‌ای به هنر گلزنی محمد صلاح داره. این مدافع غول‌پیکر هلندی عادت داره قبل از اینکه محمد صلاح شوتش رو بزنه گلش رو جشن بگیره. همچین توانایی تصادفی به وجود نمیاد و صلاح هم بارها و بارها جلوی رقبای مختلف این موضوع رو ثابت کرد. فندایک گل صلاح مقابل نیوکاسل رو قبل از اتفاق افتادن پیش بینی کرد، چون بازیکنیه که خیلی خوب بازی رو میخونه. وقتی آندر ربیچ تو فرانکفورت بود به استنفورد بریج رفت تا با چلسی برای رسیدن به فینال لیگ اروپا رقابت کنه، و وقتی قبل از زدن گل تساوی لوکایوویچ خوشحالی کرد
تو کل فضای مجازی این حرکتش وایرال شده بود. به نظرتون داشت برای توپ داد میزد یا خوشحالی میکرد؟ جذابترین مورد این ویدیو مربوط به مایک دینه. اگه اون روز بازی رو دیده باشین احتمالاً کلی باش خندیدی. تو بازی تاتنهام مقابل استون ویلا بازیکن تاتنهام موفق به عبور از دفاع و گلزنی شد، اما بهترین خوشحالی مربوط به گلزن بازی نبود. مایک دین داور بازی از کسی که گل زد بیشتر خوشحال شد. به نظر می رسید مایک دین شرط بسته بود که دله علی گل می زنه. بعدها دین گفت اون به خاطر گل تاتنهام جشن نگرفت، بلکه به خاطر تصمیم خودش به ادامه بازی که به گل منجر شد اون خوشحالی رو انجام داد.